پیام خدا رو از دهان مرد خدا. عزیزان سلام، خوشحالم که در بین شما هستم. این فرصتی است که خدا به همه ما میده که در حضور او باشیم. چه افتخاری است که ما انسان‌های خاکی میتونیم با خدا رابطه داشته باشیم. از کلام خدا میخونم. انجیل یوحنا اینطور میفرماید: در آغاز کلام بود و کلام با خدا بود و کلام خدا بود. همون در آغاز با خدا بود. همه چیز به واسطه او پدید آمد و از هر آن چه پدید آمد هیچ چیز بدون او پدیدار نگشت. در او حیات بود. در او حیات بود. و آن حیات نور آدمیان بود. این نور در تاریکی می درخشد و تاریکی آن را در نیافت. انجیل یوحنا چقدر زیبا می نویسد. دزد نمی آید، عیسی مسیح فرمود، جز برای دزدیدن، کشتن و نابود کردن. من آمدم تا ایشان حیات داشته باشند و از آن به فراوانی بهره مند شوند. او حیاته و میخواد ما حیات داشته باشیم. در پیدایش میخونیم که یهوه خدا آدم رو از خاک زمین بسرشت و در بینی او نفس حیات دمید و آدم موجودی زنده شد. و خدا به آدم گفت از درخت حیات میتونی بخوری، ولی از درخت شناخت نیک و بد زنهار نخوری، زیرا روزی که از آن بخوری به یقین خواهی مرد. به یقین خواهی مرد. میدونی که انسان بعد از حیوانات آفریده شد. ما حیوان نیستیم. به ما حیات داده. حیات جاودان. و با انسان رابطه داشت. آدم و حوا با او راه می رفتن. مشارکت داشتن. ولی خدا انسان را با اراده آفرید. حیوانات غریزه دارن. گاوه از صبح تا شب علف میخورن، کار دیگری نمی کنن.
ولی انسان اقتدار داشت که به تمام حیوانات حکمرانی کنه. اقتدار داشت انسان، چه جایگاه بلندی داشت و خدا به او حیات داده بود. ولی انسان اون قراری که با خدا داشت شکست و از اون درخت شناخت نیک و بد خورد. خدا گفته بود که به یقین خواهی مرد. وقتی که خورد دیگه مرد، مرد رابطه شکست، اقتدارش رو از دست داد. درسته مدتی روی این زمین زندگی کرد ولی آخر مرد. مرگ چقدر اسفناکه، چقدر غم انگیزه، مخصوصا این که علت مرگ اینه که انسان از خدا بی اطاعتی کرد و خدا نمیتونه با گناه زندگی کنه. ولی در اینجا باید گفت که خدا انسانو دوست داشت. کلام خدا میگه که خدا جهان را اونقدر محبت نمود تا پسر یگانه خود را داد، عیسی مسیح را، روی صلیب بمیره، داد که هر کس به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودان یابد. بدون صلیب ما نمیتونستیم به حیات جاودان برگردیم. چند روز این دنیا بودیم و میریم. حالا چون آدم و هوا گناه کردند، چرا ما بسوزیم؟ چون که انسان بعد از آدم و هوا زمانی به دنیا آمدن که آدم و هوا گناه کرده بودن، از نظر روحی مرده بودن و ما هم اینو از آدم و هوا به ارث بردیم. بعضی بیماری هاست که اگر پدر مادر داشته باشن فرزند همینا میگیره. این فرزند چه گناهی کرده؟ بالاخره به خاطر پدر مادرش اینو گرفته و ما اینو گرفتیم. خدا به انسان چه اقتداری داشت که بتونه انتخاب کنه و در تصمیم گیری ما دخالت نمی کنه. ما رو هدایت می کنه. ما رو قدرت میده، بصیرت میده، ولی اراده ما رو دستکاری نمی کنه. اگر نیازی با داشته باشیم به ما هدایت می کنه. گفت که به قوم خداوند مهمترین حکمش این بود. از عیسی مسیح پرسیدن بزرگترین حکم چیه؟ گفت اینه که خداوند خدای خود را با تمام قلب، و یعنی قلب اون وجود واقعی ماست، با تمام فکر و جان و قدرت خود محبت کن و همسایه خودت مثل نفس خود. من داشتم بعضی وقت فکر میکردم که چرا خدا میخواد ما دوستش داشته باشیم. فقط
کلام خداست که میگه خداوند رو بر دوست داشته باشی. چرا؟ من فکر میکنم چرا بر دوست داشته باشی؟ مگه خدا نیاز داره به ما؟ مخشوش بودم. ولی به این نتیجه رسیدم که خدا ما رو دوست داره. میخواد بگی که ما دوستش داشته باشیم که اول بیراهه نریم. ولی عشق دو طرفه چقدر زیباست. خدا ما رو دوست داره. میخواد با اراده خودمون، با تصمیم خودمون با او راه بریم. به او وفادار باشیم. او نسبت به ما وفاداره. وفادار. وفاداریش اینقدره که هر چند آدم گناه کرد، چون ما رو دوست داشت، چون عاشق ما بود، خالق ما بود، عیسی مسیح پسر خودشو فرستاد که روی صلیب برای گناهان ما قربانی بشه. این فوق از تصور ماست. این چه محبتیه. پولس رسول از زندان داره می نویسه، راجع به برای افسوسیان می نویسه، دعا می کنه که اونها طول و عرض و جرفا و بلندای محبت خدا را درک کنن که قابل درک نیست. بی نظیر محبت خدا. و میخواد که ما برگردیم به جایی که با اراده خودمون با تمام وجود او رو دوست داشته باشیم. با ابد تا ابد زندگی ابدی داشته باشیم. دزد نمیاد مگه اینکه بدزده، بکشه و هلاک کنه. اومد که ما حیات جاودان داشته باشیم. این بی نظیر عزیزان. ولی انسان گناهکار باید جریمه رو بپردازه. به این خاطر که بعد از آدم و حوا تک تک مردمی میرن. هر چقدر هم طولانی زندگی کنن، آخر مرگ سراغ ما میاد. یه زمانی وحشتناک بود که با مرگ روبرو بشیم، چون که نجاتی نداشتیم. ولی عیسی مسیح جریمه گناهان ما را روی صلیب پرداخته. الان یک ایماندار به عیسی مسیح وحشت نداره. مرگ نیش تو کجاست؟ چون که عیسی مسیح نجات ما را خریده به قیمت خون خودش روی صلیب. عزیزان، ولی چقدر دردناکه. ولی کسانی که ما رو دوستشون داریم، قبل از اینکه سالهای زیادی زندگی کنن میرن. وقتی که خبر موت سعید عزیز رو شنیدم، مثل اینکه 27 سالگی رفت. خیلی غم انگیزه. من تجربه تلخی که داشتم اینه که خیلی ها میدونم، دوستان، خانواده، عزیزان، بعضی ها ایماندار، بعضی ها ایماندار نبودند، مردن. خیلی اسفناکه. خود عیسی مسیح
یه خانواده بود که خیلی دوست داشت این عزیزان رو. دو تا خواهر بودن، یه برادر، مریم و مرتاب و ایلازر. ایلازر مریض بود. این خواهرها فرستادن به عیسی مسیح، گفتن که این عزیزی که دوست داری مریضه، خواستن بیاد شفاش بده. عیسی مسیح 4 روز اونجا منتظر بود، نرفت. بعد به شاگردان گفت بریم. شاگردان هم گفتن که چرا الان بریم؟ میگه دیگه دیر شد. بعد خیلی واضح گفت که ایلازر مرد. رفتن. وقتی این دو خواهر متوجه شدن که عیسی داره وارد دهکدهشون میشه، یکیشون رفت ببینه که تو اگر اینجا بودی نمیمرد. عیسی مسیح اونجا یه چیزی گفت بی‌نظیر، گفت که من قیامت و حیات هستم. من قیامت و حیات هستم. اوکی؟ متوجه نشدن. بعد خواست ببینه کجا گذاشتن. عیسی مسیح کنار اون قبر که رسید، کلام خدا میگه که کوتاه‌ترین آیه از کتاب مقدس، عیسی بگریست. عشق از چشماش جاری شد. مرگ عذاب داره. مرگ غم داره. و امروز روز شادمانی نیست، روز غمه. در جامعه میگه که زمانی برای غم، زمانی برای شادی. با غمه. ولی نه با بی امیدی. در زمین که غم باعث شد که عیسی بگریست، او فرمان داد، گفت ایلازر بیرون بیا. این یه معجزه بود. ایلازر مرده زنده شد، ولی بعد از مدتی باز مرد، چون که معین شده که همه بالاخره بمیرن. مزد گناه مرگ. ولی به خاطر مرگ عیسی مسیح روی صلیب، بخشش خدا، حیات جاودانی در خداوند ما عیسی مسیح است. ما درست غمگین هستیم ولی بی امید نیستیم. دوری غم انگیزه. وقتی که بعضی اعضای خانواده میرن مسافرت، سالهای سال والدینشون رو نمیبینن، والدشون اونا رو نمیبینن، 20 سال، 30 سال، غم انگیزه. مرگم یه مسافرت رفت، ولی امید ما اینه که سعید عزیز خداوند رو به عنوان نجات دهنده خودش پذیرفته بود.
گناهاش رو در حضور او اقرار کرده بود. و اون خداوندی که مرد روی صلیب، روز سوم از مردگان برخاست، قیام کرد، مرگو کاملا نابود کرد. مرگ، نیش تو کجاست؟ مرگ نمیتونه جز این که ما رو گاز گرفت کار دیگری انجام بده، برای مدتی ما رو از هم جدا بکنه. هر چقدر هم غم داشته باشه، ما یک شادی دیگری داریم. مثل روزیست که هم بارون میاد هم آفتاب اونجاست، ما در تاریکی نیستیم، غم مرگ رو داریم، ولی این ایمان بی نظیری که بخشش خداست، به یقین میدونیم که باز همدیگر رو خواهیم دید. من سعید رو یادم نیست دیده باشم، ولی شما که دیدید، روزی خواهد آمد که سعید رو باز خواهید دید. و به این امید و به این ایمان و اون مهری که خدا در قلب ما گذاشته است، به اون روز نگاه خواهیم کرد. عزیزان، بجاست حال که از گناه آزاد گشته و بندگان خدا شده اید، ثمری که میبرید نیل به تقدس است که به حیات جاودان می انجامد. تشویق من اینه که ما ادامه بدیم، درسته؟ به خدمت به خدا، که ثمری که میدهد میبرید نیل به تقدس باشه. در حضور او با مرگ و رستاخیزش این اقتدار داره که ما رو از گناهان پاک کنه، وقتی که ما به او ایمان میاریم. و این به ماست که با تمامی قلب بخواهیم که از او پیروی کنیم. تشویق میکنم که خسته نشیم، بلکه با میل و رغبت و اراده راسخ از او پیروی کنیم، پیش بریم در این میدان نبرد، پیش بریم تا به حیات جاودان، به حیات جاودان خواهد انجامید. مزد گناه مرگ است، بخشش خدا حیات جاودان در خداوند ما عیسی مسیح. میخوام دعا کنم. ولی قبل از دعا میخوام از شما خواهش کنم که توجه کنید که آیا عزیزان مطمئنید که امروز اگر شما برید کجا خواهید رفت؟ خدا رو شکر که سعید با خدا راه می رفت، اینطور که اشربان عزیز شما شنیدم. هرچند دوری از او، جدایی از او دردناکه، ولی روزی خواهد اومد که او را خواهیم دید. ولی تا آن موقع از آن با او راه بریم، با خدا راه بریم. اگر کسانی هستن که هنوز نمیدونن کجا دارن میرن،
یک چیز یقین میدونیم که این روزی خواهیم مرد. آیا یقین میدونیم که اگر مردیم کجا خواهیم رفت؟ میتونیم این یقین رو داشته باشیم. عیسی مسیح گفت که او شبان نیکوست. شبان نیکو گوسفندان خود را محبت میکنه، دوست داره. ما گوسفندان او هستیم. گفت جان خود را بر این گوسفندان مینهد. همه چیز برای ما انجام داده. عزیزان بیایید در حضور او سرهای خود رو خم کنیم، خودمون رو تفتیش کنیم و به لطف خدا این یقین کامل رو داشته باشیم. وقتی که با این ایمان راسخ که گناهان ما بخشیده شده، ولی اگر روح خدا ما رو ملزم میکنه در حضور رو اقرار کنیم گناهان ما را و از او بطلبیم که ما رو پاک کنه و او این خال کار خواهد کرد و این یقین رو به ما خواهد داد که اگر امشب چشمای خود رو روی این زمین بستیم در حضور او خواهیم بود. این بی نظیره. این یقینی که خداوند در عیسی مسیح برای یکی که ما داره، به هیچ وجه از دست ندیم. برای جلال نام او آمین. و دعا میکنم خداوند تمام عزیزانی که خانواده این عزیز بودن در سن جوانی رفت، خداوند جاش محفوظه، اون مشکلی نداره، از مشکلات آزاد شد. ولی عزیزانی که اینجا هستن خداوند رو درد میکشن. اگه درد نمیکشیدند علامت سوال بود. دعا میکنم تسلی روح القدس از آن اونها باشه. روح راستی، روح القدس عزیزان رو تسلی بده. خداوندا در این زمانی که بعد از غم بگذریم با امید بگذریم، دردناکه ولی بی امید نیستیم. عیسی مسیح امید ماست. جلال بر نام او از حال تا ابد. آمین.